کاوه آهنگری هستم، عضو حزب دموکرات کردستان ایران، معتقد به یک نظام فدرالی برای ایران آینده، البته یک جمهوری سکولار دموکراتیک فدرال. و در رابطه با فدرالیزم، اگر از ساده ها و جملات بسیار واضح شروع بکنم، فدرالیزم به معنای شیر رول سلف رول، یعنی تقسیم قدرت میکنی، یعنی حاکمیت مشترک در مرکز بین باشندگان و اجزای ایران و در منطقه، در لوکال خودتو اداره میکنی. یک نظام فدرالی است که اساسش تقسیم و توزیع قدرت و ارتقای اون خودمدیریتی که در بخش منطقه‌ای و لوکال خواهد بود. حالا نظام‌های فدرالی انواع گوناگون داره، من هم به یک نوع از این نظام فدرالی برای ایران معتقد هستم. اگر هم شاید این سوال پیش بیاد، خب چرا اینجوریه؟ این برمیگرده به دموکراسی. اما من در ویدیوهای آموزشیم، چه مال خودم در رابطه با فدرالیزم، اگه دوستان به کانال یوتیوب بنده مراجعه بکنن، حدود بیش از 30 تا فقط ویدیو آموزشی هم از پروفسور جان هرک، استاد علوم سیاسی دانشگاه لیدن هلند، و هم از خودم در رابطه با فدرالیزم فقط آموزشی وجود داره، به علاوه یک شاید بشه گفت 40 تا ویدیو دیگه که در رابطه با مناظرات و مناقشات مربوط به فدرالیزم هست که شاید اونا یکم حوصله بر باشن. اما اون ویدیوهای آموزشی من فکر میکنم لب مطلب رو ادا میکنن، و اگر کسی این ویدیوها رو نگاه بکنه متوجه خواهد شد که منظور ما از فدرالیزم کدوم هست یا چی هست و کدوم نوع فدرالیزم هست. در خدمتتونم اگه سوالی باشه. خب من سوال اولم اینه که مشکل شما با حکومت متمرکز چیه؟ خب ببینید، من مشکل ندارم، دموکراسی مشکل داره. یعنی در واقع هر کسی که با دموکراسی، به دموکراسی دموکرات باشه و دموکراسی رو فهمیده باشه، دموکراسی به خودی خودش در ذات خودش تکثرگراست، تمرکزگرا نیست. یعنی نه فقط در یک کشوری که چند زبان و چند دین داره، حتی در کشوری که فقط و فقط یک زبان و یک دین هم داره، دموکراسی لازمش پلورالیزم، تکثرگرایی. نمونه شو مثلا عرض بکنم، یک کشور رو تصور بفرمایید که فقط دارای یک زبانه، مثل آلمان، ولی اون یک کشور که دارای یک زبانه، میبینین انواع گرایش های سیاسی، اردوگاه های سیاسی وجود داره یا نخیر. جغرافیا اینجا باعث میشه که این تقسیم قدرت صورت بگیره برای اجرا کردن هرچه بهتر، سریعتر، مستقیمتر خدمات و پاسخگویی در لوکال، در محل. پس اصولا با دموکراسی اصلا فرق نمیکنه ایران چند زبانه است، هندوستان چندین زبانه است، یا نخیر آلمان تک زبانه است. دموکراسی لازمش تقسیم قدرته، چون این مردم، چون وقتی که میگیم دموکراسی، حالا اون تعریف، من دو به دو تا تعریف خیلی معتقدم در رابطه دموکراسی، یکی همون تعریف آبراهام لینکلن و یک دیگری هم تعریف جان کینه. آبراهام لینکلن میگه که دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، برای مردم، توسط مردم. این یک قضیه. جان کین میگه که دموکراسی یعنی خودمختاری برابرها، این شما باید برابر باشی، اما در عین برابری باید خودمختار باشی، یعنی باید بتونی خودت اون ارادت رو عملی بکنی. اما اگر متمرکز باشه نظام سیاسی اداری، خب نظام قدرت دیگه، اون خودمختاری رو، اون به حساب اجرای اراده رو از شما میگیره، شما فقط باید از اون هرمی، از اون بالا یه دستور میاد اجرا بکنی. ولی این حرفی که شما دارین میزنین، من نمیدونم آیا مثال نداریم کشوری که سکولار دموکرات هستن ولی فدرالیست نیستن؟ مثلا فرانسه، فکر کنم فرانسه فدرالیست نیست، درسته؟ آلمان فدرالیسته ولی فرانسه فدرالیست نیست، و یکی از کشورهایی هم هست که خیلی سیمبل هم دموکراسیه هم سکولاریسم. پس معنیش اینه که ما لازم نیست حتما فدرالیست داشته باشیم که سکولار دموکراسی داشته باشیم، درسته؟
یک کشور دموکرات رو در دنیا نمیتونیم پیدا بکنیم که متمرکز باشه. یعنی فرانسه که شما فرمودی یک نظام غیر متمرکز داره. پس وقتی که از عدم تمرکز صحبت میکنیم، از عدم تمرکز نوع برفرض مثال فرانسوی شروع میشه تا عدم تمرکز نوع بلژیکی و سوئیسی و آلمانی و مثلا کانادایی و آفریقای جنوبی. یعنی وقتی که میگیم مبنا باید عدم تمرکز باشه، یعنی عدم تمرکز لاجرمه، نمیشه ازش. خب تمرکز، عدم تمرکز تو فرانسه چجوری به وجود اومده؟ اداریه در به حساب در فرانسه، مبناش اتنیکی نیست. چون الان در فرانسه البته درسته یک سری کارهای غیر دموکراتیکی شد برای همسانسازی و این همانسازی در فرانسه، ولی مثلا در یک کشوری مثل سوئیس، مثل بلژیک، مثل کانادا، آفریقای جنوبی و هندوستان اینا. ببینید من اجازه بدین یک نکته رو از ببخشید من یه چیزی هست که من تو فکر کنم اتانجا که اطلاع دارم بلژیک کشور پادشاهی هستش. بله بله، من در رابطه با فدرالی صحبت میکنم. یعنی اینجوری دو تا چیز مختلفه. آره اوتورسه من میتونی مثلا پادشاهی فدرال باشه، میتونه مثلا جمهوری فدرال باشه. بله بله. در دموکراسی، در دموکراسی اینو پروفسور جان ارک میگه خیلی نکته ظریفیه، در دموکراسی سه تا فاکتور مؤلفه خیلی مهم هستن. یکی این که ویژگی های فرهنگی اجتماعی، مثلا در کشوری مثل ایران، هندوستان، سوئیس، آفریقای جنوبی، اتیوپی، فرق نمی‌کنه، کانادا، یک سری ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی متفاوت از هم وجود داره. مثلا طرف کرد زبان، ترک زبان، عرب زبان، مثلا طرف نوروز داره، طرف دیگه نوروز نداره، یکی سنی است، یکی شیعه است، یکی بهائی، یکی بیدینه. یعنی این ویژگی‌های اجتماعی فرهنگی متفاوت باید در دموکراسی لحاظ بشن. این یک. دو، جمعیت، یعنی عده‌ای انسان هستن که متعلق به این ویژگی هستن، یعنی خودشونو کرد، خودشونو بهایی، خودشونو نمیدونم سنی، خودشونو چه میدونم اصلا یهودی یا هر چیز دیگه یا ترک یا عرب تعریف میکنن. سومین ویژگی یا مؤلفه جغرافیا است. اینها در یک مکانی با هم زندگی میکنن. مثلا فرانکوفون های کانادا، فرانکوفون های کانادا هم فرانسوی زبانن، پس ویژگی اجتماعی فرهنگی اول رو دارن، هم جمعیت دارن و هم با هم در یک جا زندگی میکنن. برای همینم هست که این تفاوت در نظام سیاسی کانادا لحاظ شده و یک نظام فدرالی رو به وجود آورده. خب چرا باید بر اساس قوم و اثنیسیتی باشه؟ چرا نباید؟ این باعث نمیشه که قومگرایی، شما اگه بیاین فدرالیزم توی کشور انجام بدین و هر قومی رو بخواین یک خودشون استقلال بهش بدین، این قومگرایی رو تو کشور بیشتر نمیکنه؟ منظورتون از استقلال هم در چارچوب ایرانی دیگه، درسته؟ بله بله. نه، نمونه هاش رو داریم. نمونهش بلژیک، سوئیس، هند، آفریقای جنوبی، کاناداز، اتیوپی، نیجریه است. هیچ کدوم از اینا نه، هند بر اساس قوم نیست، بر اساس جغرافیه. بر اساس نه، قومه. چند وجه هست. در هند هم بر اساس قوم هست، هم بر اساس مذهب حتی هست. یعنی جایی که به دلیل اینکه اون جمعیت دارای ویژگی دینی متمایزی هستن دارای اون اختیار. خب این تو هند الان مشکل به وجود آورده. الان شما سیک های هند جدایی طلب حساب میشن، غیر هندی حساب میشن، باعث این شده که این گروه یه قسمت جامعه باشن که بقیه جامعه بهشون شک دارن میکنن. خب این مشکلات رو اگه اینا رو، اگه مردم و یک کشور همه رو باهاشون یک جور، یک حق، یک صدا، شما میگین تمرکز نباشه. خب تمرکز نباشه یعنی قدرت رو از دولت بگیریم بیشتر بدیم به مردم. چرا به مردم هم، به همه مردم قدرت رو به یه شکل بدیم؟ چرا باید این مردم قدرتشون با اون مردم فرق داشته باشه؟ بس قومشون. این بله، این الان نمونه این سیک ها یا نمونه کاتالان ها به این بر نمیگرده که اینا سیک گرا هستن یا کاتالان گرا هستن. به این بر میگرده که دموکراسی در اون دو تا کشور به اون اندازه رشد نکرده که بر فرض مثال مثل سوئیس مسائل رو حل بکنه، مثل بلژیک مسائل رو حل بکنه، مثل کانادا یا مثل بریتانیا. مثلا در نظر بگیریم در سوئیس دقیقاً بر اساس جغرافیای زبانی است، یعنی 4 زبان رسمی داره، یا در بلژیک 3 زبان رسمی داره و فدرالیزم در بلژیک بر اساس جغرافیای زبانی است. یعنی اون اقلیم ها، اون حریم هایی که به حساب به وجود اومدن
حریم زبانی هستن. در بلژیک، در سوئیس، در کانادا، در بریتانیا، یه جوری البته بریتانیا رسما فدرال نیست ولی سازوکارش پرفکت فدراله، یعنی بر اساس یه سازوکار فدرالی اداره میشه. اما رسما آفریقای جنوبی هم اینجوری، آفریقای جنوبی رسما در قانون اساسیش ننوشته فدرال ولی تمام محتویاتش همون نظام فدرالی است. خب حالا اینو دموکراسی حلش میکنه، چون دموکراسی در اسپانیا به اون اندازه رشد نکرده مثل سوئیس یا بلژیک یا در هندوستان، این مسئله پیش میاد. وگرنه دموکراسی میگه سیک ها حق خودمختاری دارن، باید خودمختار باشن و میتونن از اختیارات لوکال خودشون و پارلمان خودشون و غیره برخوردار باشن. خب چرا سیک ها رو بیایم از بقیه مردم هند جدا کنیم؟ این مشکل، این باعث جدایی بین مردم هند نمیشه که شده. شما الان مثلا همین کانادا رو با آمریکا مقایسه کنین، کانادا که یه قسمتش مثلا کوبک فرانسه زبان ها هستن تو کانادا، یه مقدار الان تو کانادا اینا احساس میکنن، بقیه کانادا احساس میکنن که اینا از بقیه کانادا جدان. خب ولی تو آمریکا که فدرالیست هست اصلا بر اساس قوم و بر اساس اثنیسیتی، بر اساس جغرافی، فقط بر اساس، هیچ ربطی با نژاد و قوم و اینا نداره. و این که مثلا همه فکر میکنن، احساس همه آمریکایی هن، این که مثلا تکسنا جدا، یعنی از لحاظ سیاست چپی راستی ما هم اختلاف نظر دارن، ولی از این که مثلا بگیم این مردم، اینا قومشون با مثلا با کالیفرنیا فرق داره، این همچین مشکلی نداره. یعنی فکر نمی‌کنیم مثلا اگرم حالا من می‌خوام این که آیا فدرالیست درسته یا نه اربرین بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی اگرم می‌خوایم این کارو بکنیم، آیا این کار اشتباهی نیست که بر اساس قوم باشه؟ یعنی این حالا بر اساس جغرافی باشه به جای بر اساس قوم، چرا بگیم کردها رو با بقیه مردم ایران جدا کنیم؟ خب دو تا نمونه کاملا جدا از هم هستن آمریکا و کانادا. اولا کانادا ترکیب وجودیش انگلیسی زبان و فرانسوی زبانه، ولی ایالات متحده آمریکا اگرچه بر اساس استیده ولی اصلا معلوم نیست کی اونجا صاحبه. اونجا نه کسی اجاره نشینه نه کسی صاحب خونه است. اونجا یه مالتینگ پاتی هست که صدها زبان اونجا زندگی میکنن و یک کشور مهاجریه دیگه، به هر حال یک کشور جدید و مهاجریه. شرایطی که در آمریکا وجود داره ابدا با کانادا، با اون ترکیبی که من عرض کردم، با هند، با ایران، با سوئیس، با بلژیک یکی نمیخوره. دموکراسی من عرض کردم که اون سه تا مؤلفه رو مد نظر قرار میده. اگر نظام دموکراتیک در کانادا باشه، مجبوره و باید اینجا به اون تفاوتی که وجود داره که فرانکوفون هستن، که زبان فرانسوی زبان هستن در کوبک، اونو لحاظ بکنه. مهم این نیست در آلمان چجوریه، در آمریکا چجوریه، مهم اینه که کانادا چجوریه. در کانادا ویژگی های زبانی و فرهنگی یا اون تفاوت ها این گونه است که در آمریکا نیست. در آمریکا میدونم در یک ایالتی احتمالاً 200-300 تا زبان زندگی بکنن، اینا نیاز دارن به این که برفرض مثال به این نوع فدرالی. اما مرفرض مثال حالا برنگردیم به این فدرالی های قدیمی مثل کانادا، آمریکا، چون حالا مثلا کانادا 1901 فدرال شده یا آمریکا 1776 به حساب قرن آخر قرن 18. مثلا فدرالی های جدید مثل آفریقای جنوبی، مثل نیجریه، مثل اتیوپی، اینا فدرالی های یا عراق، اینا فدرالی های جدیدی هستن. دموکراسی می طلبه که این مشکلاتی که وجود داره لحاظ بشه در ساختار سیاسی. مهم این نیست، بله، اگه وقتی که شما تمامیت ارضی رو مبنا قرار بدین، اینجا در رابطه با تمامیت ارضی ما صحبت نمی کنیم، تمامیت ارضی آمریکا، کانادا، بلژیک، سوئیس، اینا همه محترم، اما در داخل این قالب، در داخل این جغرافیا، این ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، جمعیت و جغرافیا هستن که باید مبنا قرار بگیرن، نه اون در اون کشور. نه مثلا چون آمریکا اینجوریه پس ایران میتونه اینجوری باشه. این یک مورد. مورد دوم که خیلی خیلی مهمه، اینو دقت بکنیم که در دنیا هیچ دوتا دموکراسی عین هم نمیتونی پیدا بکنیم. یعنی دموکراسی آمریکایی به قول شما با کانادای همسایه و بغلش که هم دین هم هستن و اکثریت کانادایی هم که انگلیسی زبان هستن، دو تا دموکراسی متفاوت از هم دارن. اصلا سازوکار دموکراسی کانادایی با سازوکار دموکراسی آمریکا، ایالات متحده آمریکا فرق میکنه. یا نه خیر، اینجا بلژیک و آلمان خیلی جدا هستن. آلمان و سوئیس خیلی جدا از هم هستن.